درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 342 اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. در فرهنگ باستان ایران زمین، قهرمانی با پهلوانی تفاوت داره. قهرمانی صرفاً کسب عنوان نخسته، اما برای پهلوانی باید پهن شد و روی جامعه رو گرفت، مثل یک سپر از حق دیگران دفاع کرد. پهلوان قهرمان انسانیت است. در برنامه این هفته واکنش قوه قضاییه حکومت اسلامی به واکنش جهانی علیه قتل نوید افکاری بررسی شده، سپس اثر همکاری همین قوه قضاییه در مبارزه با فساد منجر به گرانی اندازه‌گیری شده و در انتها شکست سیاست خارجی نظام مقدس در سخنان روحانی برجسته شده. در هفته‌ای که گذشت واکنش‌های جهانی به قتل نوید افکاری در زندان جمهوری اسلامی خیره کننده بود. از ورزشکاران خارجی تا سیاستمداران کشورهای مختلف به این حرکت جمهوری اسلامی انتقاد کردند. به لطف فایل‌های صوتی که از نوید افکاری در فضای مجازی منتشر شد، صدای بیگناهی او به گوش جامعه جهانی رسید. به قتل رساندن نوید افکاری زیر شکنجه، وجدان عمومی را آزار داد و یک بار دیگه پس از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، مردم ایران و جهان را در بهت فرو برد. بهت از این حجم از بیرحمی و ابلیس صفتی گردانندگان حکومت اسلامی و همین بهت واکنش برخی از سیاستمداران اروپایی رو هم برانگیخت. توییت های اخیر و اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان باعث شد سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار بشه. توییت های اخیر و اقدام خارج از عرف همون اظهار بهت سفارت آلمان به کشتن نوید افکاری بود. جمهوری اسلامی به نام نوید افکاری حساسیت داره و سعی میکنه حتی امکان از بکار بردن این نام خودداری کنه. به جای اینکه خجالت بکشن بابت پرونده سازی و به قتل رسوندن یه جوان بیگناه و رسما از مردم و جامعه جهانی بابت این آدمکشی عذرخواهی کنن، به اروپایی‌ها اعتراض میکنن که چرا واکنش نشون دادی به وحشیگری حکومت اسلامی. بیگانگان باید بدونن که فشار خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه رو کند میکنه و نه چتر گسترده رحمت و رحمت اسلامی قوه قضاییه رو کوشیک میکنه. این علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه. قبل از اینکه به این سمت گماشته بشه، مشاور رئیس شورای امنیت ملی در زمان جلیلی بود. نتیجه اون مذاکرات هم برابر بود با صفر تقریبا. اونجا هم به اذن رهبر فرسودگان گماشته شده بود. بعد که اون مسخره بازی شورای امنیت ملی جمع شد و قرار شد یه راست وزیر خارجه جمهوری اسلامی با پنج به علاوه یک مذاکره کنه، اینم بیکار شد. دوباره به اذن رهبر فرسودگان به یه پست جدید گماشته شد، یکی از بردستای قوه قضاییه. یعنی یه مجیزگوی بیکار دیگه است که الکی برایش پست و عنوان اختراع میکنن تا یه حقوق نجومی بهش بدن از کیسه مردم، البته چون صرفا بچه یه آخوندی چیزیه. خلاصه همین آدم بیخاصیت که تقریبا هیچ وقت کاری نداره و همیشه مثل بز اونجا نشسته توی نشستای قوه قضاییه و فقط به سخنرانی های رئیس قوه قضاییه گوش میده، بعضی وقتا هم یک کاری بهش محول میشه. و من از برخی سفارتخونه های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما، ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید. ادب دیپلماتیک، آدمایی که میرن سفارت اشغال میکنن، پرچم آتیش میزنن، یک سره شعار مرگ بر این و مرگ بر اون میدن، حالا یاد ادب دیپلماتیک افتادن. ادب رهبر بی ادبان جهان اسلام که جای خود دارد. مسئله اینجاست که این چه جور دیپلماسیه آخه؟ مسئله قتل یک جوان شجاع ایرانی رو با یه به شما مربوط نیست برگزار میکنن، به جای اینکه بیان به مجامع بین المللی نشان بدن و ثابت کنن که راست میگن و مدارک جرمهای نوید افکاری رو در اختیار مجامع بین المللی قرار بدن تا خودشون قضاوت کنن، میگن این مسئله داخلی خود ماست، به افکار عمومی جهان مربوط نیست و این تأییدی بر بیگناهی نوید افکاریه. و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. تمام سواد سیاست خارجه‌اش در همین حده، در همین کلمه اپوزیسیون خلاصه میشه. خلاصه قوه قضاییه به جای پاسخگویی فقط سعی کرد بهانه‌هایش را
به جای پاسخ به افکار عمومی غالب کند. مدیر کل اروپای وزارت خارجه گفت مداخله در قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی مستقل جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیست. انتظار میره سفارت آلمان حد و حدود وظایف دیپلماتیکش رو بشناسه و پا از اون فراتر نگذاره. اینه. دهنکجی هم میکنن به اروپایی ها. جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته و تقریبا تمام کشورهای دنیا از این تحریم‌ها تبعیت کردن، یعنی همراهی کردن با آمریکا، و از طرفی در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته، اما همچنان برای دفاع از قوه ظالم و فاسد قضاییش به اروپایی‌ها دهنکجی می‌کنه. هر جا که نیاز باشه ما قبلاً هم گفتیم بازم تأکید می‌کنیم که همکاران ما دادستان‌های محترم در سراسر کشور آمادگی دارن برای همکاری با دولت. نه نداره حرف بزنه. واکنش‌ها به خبر اعدام نوید افکاری به قدری شدید بود که یه ترک جدید روی بدنه نظام انداخت. برای همین رئیس قوه حالش خرابه و نه نداره حرف بزنه. این قوه قضاییه که خودش نه نداره میخواد با دولت که از خودش بدتره همکاری کنه. در چه کاری؟ برای مدیریت بر بازار. مدیریت بازار؟ البته قابل پیشبینی هست که همکاری این دوتا چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. قیمت تخم مرغ پرواز کرد. قیمت مسبب باید حدود 20,000 تومان تو هر شونه‌ای باشه. حالا گزارش ما داشتیم تا 13,000 تومان هم به ما گزارش شده که در واقع روند افزایش داشته. حالا حدود بلوهوش باید نزدیکی اصلا 28,000 تومان تا 30,000 تومان عدد در میده. بعد همینا میرن برای آمریکا هم شاخشون نمیکشن. قیمت تخم و مرغ هم نمیتونن کنترل کنن. پرواز میکنه. مسئول مربوطه هم میاد اراجیف سرهم میکنه. انگار این حرفا برای مردم تخم مرغ میشه. چرا قیمت های مصوب اجرا نمیشود؟ باید برن سویا یک کیلو 14,000 تومان مرغدار بخره. چند بوده؟ 3,500. قیمت سویا یا نهادهای دامی گرون شده. در حالی که چند میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به شرکت‌های دولتی و جهاد سازندگی و نزدیکان ولایت فقیه پرداخت شده تا همون نهادهای دامی رو با اون نرخ 4200 تومانی به مرغداران عرضه کنن که نمی‌کنن. قوه قضاییه هم قاز می‌چرونه. یعنی کمکش در جلوگیری از این فساد در حد نقش علی باقری در کمیسیون امنیت ملیه، چون همگی با هم شریکن. عضو هیئت مدیری اتحادیه مرغداران افزایش چند برابری قیمت نهاده ها رو علت گرونی این روزهای تخم مرغ میدونه و گفته مثلا همین امروز سویا در بازار آزاد به قیمت 13500 تومان عرضه شده، در حالی که قیمت مصوب 2450 تومانه. بعد از یه هفته بگیر و ببند و فیلم بازی کردن جلوی مردم، بالاخره دلیل اصلی بالا رفتن قیمت تخم مرغ رو گفتم. انگار فرقی داره برای مردم که علت گرانی تخم مرغ چیه. به جای رسیدن به داد مردمی که از پس تخم مرغ شانه‌ای 30,000 تومانی بر نمیان، از همین دلیل تخم مرغی ارائه میدن. صادرات تخم مرغ متوقف شد. سخنگوی دولت گفته تا زمانی که قیمت داخل متعادل بشه تخم مرغ صادر نمیشه. مجوز صادرات قرار بود صادرات بکنن، بیرویه صادر شد. آره، بیرویه صادر شده. دلیل گرانی تخم مرغ این بوده. همیشه اینا بعد از اینکه قیمت‌ها گرون میشه یه دفعه میفهمن ای بیرویه صادر شده که بریم جلوشو بگیریم مثلا. که البته این حرفا هم قیمتو پایین نمیاره. حق با شماست. من هم رفتم 6 تا تخم مرغ که معمولا میخرم دیدم قیمت‌ها یک دفعه خب به طور مشخصی تفاوت داشت، نه تا نسبت به اون آلمی که خورده بود. خلاصه سخنگوی دولت نظام اسلامی باید بیاد راجع به قیمت تخم مرغ به مردم توضیحات ارائه بده. به یه همچین جایی رسیده نظام اسلامی بعد از 41 سال. چند روزیه که قیمت کره نزدیک به 2 برابر شده و علت این قضیه هم تموم شدن کره های انبار شده با ارز دولتی و تغییر گروه ارزی این کالا از دولتی به نیمایی اعلام شده. کره 50 گرم که 2,300 بوده. شده 4 تومن. کره 100 گرم هم که 4,600 بوده شده 8 تومن. این گرانی هم دلیلش برمیگرده به همون نهادهای دامی که با دلار 4,200 تومانی خریده شده بودن و قرار بود با همون نرخ به دامداران عرضه بشن. به نظر میرسه کمک قوه قضاییه به دولت در این زمینه
صرفاً این دزدی از اموال عمومی رو تسهیل میکنه. دلار 4200 یوانی از خزانه کشور پرداخت شده تا محصولات حاصل از این ارز با همان نرخ به دست مردم برسه. اما معنویات پرستی مسئولان حکومت اسلامی اجازه نمیده. نهاده دامی که با دلار 4200 یوانی خریدن رو با نرخ دلار آزاد میفروشن به دامداران. برای همین به تناسب بالا رفتن قیمت ارز آزاد، قیمت تخم مرغ و کره هم بالا میره و سخنگوی دولت باید بیاد توضیح بده راجبش. یعنی نظام اسلامی با پول مردم شرایط زندگی رو برای همون مردم سخت‌تر میکنه. مردم باید این شرایط رو تحمل کنن، چون این حکومت نماینده الله بر روی زمینه. هر قالب کره 100 گرمی 8000 تومان. وزارت صنعت نرخ مصوب کره داخلی 100 گرمی رو 8000 تومان اعلام کرد و گفت توجه کردی؟ هر دفعه همین جوریه. اول میگن ای چرا گرون شد؟ نباید گرون میشد. بعد خودشون میان رسما قیمتو میبرن بالا. خلاصه گرانی قیمت کره انقدر موضوع مهمیه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجبور چندین گزارش از اون تهیه کنه. این خودش سمبولیه که نشان دهنده اوضاع اقتصادی این روزهای مردم ایرانه. علارغم این پارسال در سال 98 رشد ما مثبت 1.1 رشد اقتصادی بدون نفت ما بود. بله، اینا در هر شرایطی رشد میکنن. با دلار 27000 تومانی و کره 100 گرمی 89000 تومانی و تخم مرغ شونه 34000 تومانی بازم اینا رشد اقتصادی میکنن. ما منهای 25 نیستیم آقای آمریکا. ما رقم منهامون 0.6% در 3 ماه اول امسال. آهان، منهای 0.6% بوده و دلار در 3 ماه نخست امسال 7000 تومان گرون شده آقای آمریکا. تازه سه ماهی دومشو ندیدی، مخصوصا آخرش یه رشدی کرده اقتصادشون که بیا و ببین. یعنی شاید واقعا دروغ نمیگه این رئیس جمهور منتصب شورای نگهبان، منظورش از رشد اقتصادی همین رشد قیمت هاست، چون باعث رشد اقتصادی جیب های مسئولین نظام مقدس میشه. ما به حمدالله در دو زمینه حرکت ما حرکت بسیار خوبی هست. اوه اوه اوه، خدا رحم کنه. در هر زمینه ای حرکت اینا خوب هست، دهن مردم باز میمونه از حیرت. مثل همین گرونی ها. یعنی یه جوریه که مردم اصلا یادشون میره اعتراض کنن. در یک زمینه، زمینه تولید هست، حرکت بسیار خوبی ما در تولید داریم. حرکت بسیار خوبی دارن در تولید. اثرات این حرکت هفته چند بار در عرصه های مختلف زندگی مردم ایران نمود پیدا میکنه. در ماه های گذشته گزارش های بسیاری درباره افزایش قیمت لاستیک خودروهای سنگین و سبک تهیه شده. تو یک ماه اخیر شاید میتونم بگم 50% لاستیک گرون شده. در حال حاضر ظرفیت تولید لاستیک در کشور 390000 تن است. میزان تولید اما تنها 50% این ظرفیت است. صنعت تولید لاستیک کشور داره با 50% ظرفیتش کار میکنه. 50%ش هم گذاشتم برای واردات با ارز 4200 تومانی لابد. البته لازمه بدونید در نظام اسلامی اون 50%ی هم که داخل تولید میشه با نرخ دلار آزاد به مردم فروخته میشه. تفاوت قیمت از اون موقع اتفاق افتاد که به ماها دیگه لاستیک ندادن. میگن الان آقا تو سامانه ثبت شده، ما نمیتونیم به شما لاستیک بفروشیم. این یعنی کسبه باید به جای نمایندگی ها از بازار آزاد تایر تهیه کنن. عرض نکردم تمام کارخانجات لاستیک کشور یا مستقیماً متعلق به یه نهاد حکومتی هن یا با واسطه یه نهاد حکومتی درشون شریک هن. یه سریاشون هم هستن که خودشون وارد کننده لاستیک هم هستن. کلن این خادمین الله از هر فرصتی که گیرشون بیاد برای کسب معنویات استفاده میکنن. این هم یک سایت خرید و فروش تایره، البته با قیمت آزاد. اما اینکه این تایرها چطور از سامانه های نظارتی خارج میشن و اینطور به بازار سیاه عرضه میشن مشخص نیست. البته مشخصه این قسمتش با همکاری قوه قضاییه صورت میگیره. گفتم که همگی با هم شریکن. و این هم تصاویر هوایی از انبار یکی از کارخانه های تولید کننده که بر اساس این نامه بازرسی وزارت صنعت تنها روزی 2200 حلقه تایر به بازار عرضه میکنه. بقیه لاستیکا هم تو انبارش نگه میداره تا با چند تا ملق به بازار آزاد رسانده بشه و مثلا از دید قوه قضاییه پنهان بمونه.
برای همین خبرنگارا اینو میفهمن و ازش گزارش تهیه میکنن، ولی قوه قضاییه و بقیه نهادهای نظارتی حکومت اسلامی نمیفهمن. خیلی زرنگن مسئولین حکومت اسلامی. حوزه تایرهای خودروهای سنگین اما مشکل از این هم بیشتره. منتظر میشیم تا حواله از راهداری برای ما ارسال بشه. آها، برای راننده های کامیون و اتوبوس یه دلال بیشتر گذاشته نظام اسلامی. خود دولت یعنی اداره راهداری هم نشسته این وسط کمیسیونشو میگیره یا حواله صادر میکنه. همین الان هم اگر مراجعه بکنید به ادارات کل استانی ما، بر اساس میزان پیمایش بلافاصله میزان سهمیتون رو اعلام میکنن و از برندهای مورد علاقتون که در اون سامانه و سبد وجود داره حواله کشیده میشه. اما وقتی که شخصا به راهداری مراجعه کردم متوجه شدم تایر به شکل دستی بین راننده ها توزیع میشه، نه سامانه ای. با همین مسخره بازی ها مردم گذاشتن سر کار. مسئولین حکومت اسلامی از بالا تا پایین خیلی راحت زل میزنن تو دوربین و دروغ میگن به مردم. این وسط فقط مردم عادی باید با واقعیت گرانی و سختی زندگی سر کله بزنن. اینا لاستیکای ایرانیه دیگه، جفتی چند؟ 750. حلقه 295 تومان، یعنی جفتش میشه 600,000 تومان. حلقه 295 شما کجا؟ نمایندگی کارخونه؟ اینجا که دست ما میرسه که این قیمت نیست. با دوربین و خبرنگار پا میشن میرن یقه مغازه‌دار و کاسب رو میگیرن، به جای اینکه کارخونه دار و دلال هایی که به مغازه‌دارها جنس و گرون میدن و شناسایی بکنن و دستگیر کنن. این نحوه اداره امور در جمهوری اسلامیه. بنابراین شرایط ما در زمینه تولید خوبه. توجه کردی؟ به همین راحتی میگن اقتصادمون خوبه، اما مشکلات و اشکالات به قدری زیاده که حتی مسئولین ظاهرساز حکومت اسلامی هم مجبور میشن به وجود برخی از اونها اشاره کنن. در واردات ما اشکالاتی داریم، نباید بگذاریم یک تاجری جنسی رو وارد بکنه بیاره تو گمرک، امروز فردا دنبال بهانه‌جویی باشه تا این بار رو در گمرک نگه داره تا قیمت بازار رو ببره بالا بعد ترخیص کنه. گمرک اجازه نده. گمرک خودش همکاره، شریک این دزدیه. جالبه به فسادهای زیر چش خودشون کاری ندارن. اینکه از کارخانه های خودروسازی تا لاستیک سازی که زیر نظر مستقیم دولت اداره میشن همینجوری برای خودشون نرخ کالاهاشون میبرن بالا و به قیمت آزاد محصولاتشون رو حساب میکنن با مردم کاری ندارن. خب اون برادرانی هم که تو کار وارد کنندگی هستن با گمرک ریختن رو هم. ما با همه محدودیت ها ارز قیمتش هرچی هم که در بازار آزاد یا نیمایی بالا رفته، ما ارز 4200 تومانی رو نگه داشتیم برای اینکه مردم کالای ارزان به دستشون برسه. رئیس دفتر مجلسگوی رئیس جمهور هستن ایشون. دلار 4200 تومانی رو نگه داشتن و نگه می‌دارن تا مفتخوران حکومتی راحت ارتزاق روزی کنن. همونایی که با ارز 4200 تومانی جنس وارد می‌کنن، به غیر از اینکه همون جنس رو با ارز آزاد به مردم می‌فروشن در نهایت، بلکه بعضی وقتا جنس ها رو هم تو گمرک نگه میدارن تا قیمت دلار بره بالاتر. تازه بعضی وقتا یه نامه از گمرک میگیرن و به همین بهونه جنسشون رو دو مرتبه برمیگردونن به مبدا و دلارشو پس میگیرن. وزارت اقتصاد دارایی ما به اینها اجازه نده. آهان، وزارت اقتصاد دارایی هم یه طرف دیگه قضیه است. یه شریک دیگه است. برای همین وقتی صداش میکنن مجلس، جلسه یواشکی باهاش برگزار میکنن. خلاصه رشد اقتصادی مسئولین به گرانی بیشتر اجناس مورد نیاز مردم ختم میشه. اما در توزیع متاسفانه ما مشکل داریم. شما کالا را تامین میکنی یا تولید میشه در داخل یا وارد میکنی به اندازه کافی، ولی به اندازه مصرف هست، ولی بازم قیمت داره میره بالا. یعنی اینم میفهمن، فقط نمیفهمن چطور قیمت ها میره بالا. مردم عادی و کاسبای بازار و حتی خبرنگارای صدا و سیما میفهمن چرا قیمتا میره بالا، ولی اینا نمیفهمن. برای همین وقتی رئیس جمهور منتصب میخواد به دلیل گرانی های سرسام آور اشاره کنه، به صورت مبهم و گنگ میگه مشکل توزیعی داریم. اینم یه تلاش مذبوحانه دیگه است برای پنهان کردن فساد دستگاه حکومت اسلامی. اگه قرار بود این مشکل توزیع رو حل کنن،
دیگه نمیمدن بگن، میرفتن حل میکردن. ببینید، ما سالهاست داریم میگیم دلال، سالهاست داریم میگیم رانت. ما هم داریم همینو میگیم. مملکتو کردن دلال خونه، آثار رانتخاری فرزندان و نزدیکانشون تا ونکوور و استرالیا به چشم میخوره، حالا خودشون شدن طلبکار. انگار اینا وظیفه دیگه غیر از گفتن ندارن. یکی دیگه باید جلوی این دلالای حکومتی و رانتخارای ولایت مدارو بگیره. حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون دنبال راه حل اساسی نرفتیم. بعد 41 سال تازه دارن میگن چون دنبال راه حل اساسی نرفتیم. راست میگه البته. تقصیر مردم ایرانی که دنبال راه حل اساسی نرفتن. یعنی گرفتن قدرت از دزدان و غارتگران. مردم همه اینو میدونن. ولی هر بار عده‌ای از مردم به این دزدان و دروغگویان اعتراض میکنن، با وحشی بازیشون روبرو میشن. در نظام اسلامی اینجوریه. امروز من اعتراف میکنم مردم عزیز ایران در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است. نهایت زوری که میتونن بزنن در همین حده، گفتار درمانی. انگار این اعترافا کمکی به زندگی مردم میکنه، به جای اینکه جلوی اون دلال فاسدا و اون کارخونه گرون فروش حکومتی ها رو بگیرن، میان اعتراف میکنن که کالاهای مورد نیاز مردم گرونه. این غیر منصفانه است، غلط، نادرسته. چرا مردم در فشار قرار میگیرن؟ برای اینکه مقام معظم رهبری نظام اسلامی میخواد با استکبار مقابله کنه. مردم ایران علاوه بر فساد مسئولین نظام اسلامی، باید فشارهای اقتصادی خارجی رو هم تحمل کنن. اما شرایط ما یک شرایط خاصه، ما در شرایط جنگیم. البته 41 ساله که مردم ایران رو در این شرایط نگه داشتن، ولی این شرایط به خصوص بعد از سرکار آمدن ترامپ در آمریکا یک شرایط خاصتری به وجود آورده. برای همین رئیس جمهور منتصب میگه در شرایط جنگی، در صورتی که جنگی در کار نیست. جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل رفتار خارج از عرفش در سیاست خارجه در شرایط تحریمه. این حرف دقیق نیست. ما در شرایط تحریم نیستیم. تحریم بودیم قبلا، تو شرایط تحریم بودیم، تو دولت قبلی هم تو تحریم ما بودیم یه مدتی. ما در تحریم نیستیم، ما در جنگ اقتصادی هستیم. اوه اوه، چه هرسی میخوره. خب این جنگیه که خودتون رو انداختین. انگار مجبور بودن برن تو لبنان تشکیلات نظامی سیاسی را بندازن، تو یمن افراطیون مذهبی رو به سلاح سرد و گرم مسلح کنن، در سوریه دخالت نظامی کنن، تو عراق و افغانستان شبه نظامیان غیر دولتی رو حمایت کنن. اینا دلایل تحریم است. یک جنگ ظالمانه ناانسانیه. چه ناله ای میکنه این رئیس جمهور نظام اسلامی؟ نمیفهمند، درک نمی کنن. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. قبلا از این هارت و اورتا زیاد می کردن، ولی الان گریهشون در اومده. شما می بینید قدم به قدم کشتی های ما رو دنبال می کنن، قدم به قدم واردات و صادرات ما رو دنبال می کنن. آره می بینیم. با این حال کالاهای مورد نیاز مردم به بنادر ایران می رسه، فقط با قیمتی که باید به مردم ایران برسه نمی رسه، که اونم به خاطر فساد حکومت اسلامیه. اون خارجی هم کشتی ها رو کنترل میکنن تا چیزی غیر از مایحتاج مردم ایران به ایران نرسه. اینه که صدای مسئولین حکومت اسلامی رو درآورده. و متاسفانه برخی از کشورهای منطقه که یه داغی به دل جمهوری اسلامی گذاشتن که کمتر از فشار تحریم ها نبوده، خودشون یکی یکی دارن میرن با اسرائیل صلح میکنن. این صلح از یه طرف شکستی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب میشه، یعنی یه شکست اضافه تریه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و از یه طرف دیگه خطر جنگنده های F-35 اسرائیل رو بیشتر میکنه، چون با این قرارداد فرودگاه های اون کشورها هم در اختیار اسرائیل قرار میگیره. یعنی از این به بعد مراکز سری جمهوری اسلامی از غرب و جنوب مورد حمله قرار میگیرن. نه احکام دین رو متوجه هستن و اجرا میکنن، و نه نسبت به دین خودشون
نسبت به ملت فلسطین. چه هرسی میخوره؟ همین روزاست یه سکته بزنه دست ترامپ. خب چی شد؟ عربیت کجا رفت؟ اروبت چی شد؟ تو فلسطین که هر روز دارن جنایت بیشتر میکنن، چطور شما دست دراز کردید به سمت اسرائیل؟ بعدش هم میخواید پایگاه بدید به اسرائیل تو این منطقه. عرض نکردم از دو سمت تهدید میشن؟ این هرسا همه برای همینه، چون هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. تمام عواقب وخیمی که در این زمینه پیش بیاد به عهده شماست. شمایی که دارید یک کار برخلاف مقررات دارید انجام میدید، برخلاف امنیت منطقه دارید انجام میدید. تو این دو سه سال به همه ثابت شد که تهدیدات جمهوری اسلامی هارت و هورتی پیش نیست. جنرال ارشدشون رو زدن کباب کردن، هیچ کاری نکردن. چهار تا موشک زدن به یه دونه قرارگاه خالی. تنگه هرمز هم که نبستن، این میگفتن اگه ما نتونیم نفت بفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم. بنابراین در این زمینه هم هیچ جای نگرانی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی قادر به انجام هیچ عمل مؤثری نخواهد بود. این حقیقتی است که اگه کسی به این توجه نداشته باشه در ممشای سیاسی خود اشتباه خواهد کرد. در هفته گذشته مراسم گرامی داشت نوید افکاری در یکی از روستاهای نزدیک شیراز برگزار شد که لحظات ماندگاری رو در تاریخ ما ثبت کرد. خوندن سرود ای ایران و شعار نوید قهرمان به دل همه ایرانیان نشست. این ویدیو بارها و بارها در فضای مجازی به اشتراک گذارده شد و از رسانه‌های مختلف در سراسر جهان پخش شد. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاریم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. راه های کمک رسانی روی تصویر به نمایش در آمده، حساب پیپل، حساب بانکی و آدرس پستی. اگر از خارج از آمریکا کمک میکنین، حساب پیپل آسان ترین راهه. اگر حساب پیپل ندارین، میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upoz.com و کلیک روی این آیکون دونیت امکان کمک با کردیت کارت رو فراهم کنید. برای خودتون به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید. آدرس‌هاش رو روی تصویر ملاحظه می‌کنید. کانال یوتیوب، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام منابع اصلی انتشار اپوزیت در فضای مجازی هستند. لینک یوتیوب در فیسبوک و توییتر هم به اشتراک گذارده میشه. با سپاس از تلویزیون ایران فردا بابت پخش برنامه اپوزیت. اپوزیت هر هفته پنج شنبه ساعت 8 شب از تلویزیون ایران فردا پخش میشه که از این بابت ازشون سپاسگزارم. من که خوابم نمیاد، تو هم باید بیدار شی. بس دیگه زمستون، وقتشه که بهار شی. با سپاس از همه شما همراهان، تا دیداری دیگر، بدرود.
پشت اسکار نقشه عیش آنی، خوشیم که باز دوباره نیمیم جام جهانی، خوشیم که تاریخمون مایه افتخاره، اگرچه اقبالمون به تیرگی دوچاره، خوشیم که تارو بوده اصالت خود ماییم، مشقمون رو نوشتیم از امتحان رهاییم، بدون شک تو رویا همیشه سرفرازیم، آب برد خونمونو ما هم تو خواب نازیم. وای به حال حرفی که روی حرفمونه، راست و دروغ نداره هرچی به صرفمونه، تو شور زار فرهنگ وطن فدای نونه، خلیج فارس یکیشه تاراج کل خونه، گستره خوشیمون کوچیک قد پیله، راضی به حد اقل ما پیروان هیله، زمانه ها یعنی چی آینده رو کی دیده، گذشتمون و عشقه که آب رو خریده. تو رو حقیقت تا کی میخوای ببندی، خنده نداره خفت به چی همش میخندی، من که خوابم نمیاد تو هم باید بیداشی، بسه دیگه زمستون وقتشه که بهارشی، من که خوابم نمیاد تو هم باید بیداشی، بسه دیگه زمستون وقتشه که بهارشی، من چه خوابم نمیاد تو هم باید